24مین نمایشگاه رسانه های ایران با برگزاری نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون آغاز شد. ناصر کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده همچنان برجام در دستور کاره. اون همچنین گفته حقابه هیرمند یکی از مسائلیه که به صورت جدی در دستور کار وزارت امور خارجه است و تلاش میکنه تا این موضوع رو با مسئولان کشور افغانستان پیگیری بکنه. یکی از مهمانان غرفه ایسنا معاون سازمان انتقال خون ایران بود که با حضور در غرفه ایسنا از راه اندازی زود هنگام غربالگری آنتیبادی خونهای اهدایی در آستانه 50 سالگی فعالیت این سازمان خبر داد. همچنین سید شهاب الدین طباطبایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان، علی مطهری نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب از مهمانان غرفه خبرگزاری ایسنا در دومین روز از این نمایشگاه بودند. عبدالرضا فرجی‌را دیپلمات سابق کشورهای نروژ و مجارستان و جواد منصوری دیپلمات پیشین کشور چین هم با شرکت در غرفه ایسنا و در مناظره انتخاباتی این خبرگزاری درباره نقش مشارکت مردم در بازنمایی اقتدار ایران در سطح بین المللی صحبت کردند. طبق اعلام ستاد خبری نمایشگاه 24م قراره که امروز دوشنبه 30 بهمن ماه یک ساعت به زمان فعالیت این نمایشگاه اضافه بشه و غرفه ها تا ساعت 19:30 پذیرای مهمانانشون هستند.